شکل یک اعتراض انقلابی موفقیت آمیز چطوریه؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ و ما چطوری میتونیم با نوع چینش و سازماندهی شکل معترضان در مقابل نیروهای سرکوب مقاومت موثرتری داشته باشیم و اثر سرکوب رو پایین بیاریم؟ فرم سازماندهی سی یا همون آغوش باز یکی از بهترین تاکتیک های فرمی برای مقابله با نیروهای سرکوب به ویژه در شرایط عدم استفاده از سلاح است. نیروهای انقلابی حاشیه میدون باید بتونن به خودشون امتداد بدن و کمی پیشروی کنن. هدف نهایی این هست که بشه نیروهای امنیتی رو در مرکز یک نیم دایره متشکل از معترضان گیر انداخت. این تاکتیک تمرکز و قدرت پیشروی نیروهای سرکوب رو نشونه میگیره و اونها رو توی موقعیت دشواری گیر میندازه. این فرم برای از کار انداختن نیروهای موتورسوار هم خیلی مناسبه، چون مهمترین خاصیت موتورسوارها قدرت مانور دهی اونهاست که در یک میدان محدود امکان پذیر نیست. فرم سی البته امکان ساخت تونل وحشت توسط معترضان علیه نیروهای سرکوب رو هم ایجاد میکنه. یعنی اگر جمعیت معترضان با آستانه امنیت جمعی رسیده باشه، میتونه کم کم دایره فرم سی رو در اطراف نیروهای سرکوب ببنده و اونها رو محاصره کنه. نیروهای سرکوب در ایران چند روش ساده و مشخص برای سرکوب دارن: رژه ترس، شلیک گاز اشک‌آور، حمله یکباره و تیراندازی. اونها از این تاکتیک ها برای تبدیل جمعیت های بزرگ به انشعابات کوچکتر و پراکنده استفاده می کنند. یادمون نره که نیروهای سرکوب در ایران به دلیل ضعف های آموزشی، عدم پشتیبانی کافی چه به صورت مادی و چه به صورت روانی، عدم آمادگی ذهنی و حتی بدنی ضعف های قابل توجهی دارند و به خاطر این ضعف ها از رویارویی با جمعیت متمرکز می ترسند. پس اگر جمعیت معترضان تمرکزش رو از دست نده، میتونه نیروهای سرکوب رو دچار اختلال‌های جدی بکنه. به همین خاطر حفظ تمرکز میدانی اعتراض یکی از مهمترین اصل‌های فرم اعتراضی هست. همینجا بگم که بیشتر از 90% هزینه‌های تحمیل شده به معترضان در شرایط عقب‌گرد و پراکنده شدن جمعیت اتفاق افتاده. در صورتی که لازم شد عقبگرد را انجام بدید، برای جلوگیری از پیشروی نیروهای سرکوب باید از فرم‌های مثل کمین کردن و آماده بودن برای حمله‌های یکباره استفاده بکنید. مانع حمله نیروهای سرکوب به یک یا چند نفر بشید و جمعیت پراکنده شده باید متمایل باشه که به هسته مرکزی تجمع دوباره برگرده. در ضمن همه اینها باید تمرکز فیزیکی و ذهنی نیروهای سرکوب را هدف قرار بدید. یعنی سر و صدا راه بندازید، نجس بخونید و به هر حال متحرک باشید. نذارید در پراکندگی فاصله زیادی بینتون وجود بیاد تا نیروهای دشمن بتونن از این فاصله برای حمله به جمعیت استفاده کنن. یادتون نره شما در وضعیت امنیت جمعی میتونید دنیا رو فتح کنید. در مرکز خیابون عقبگرد نکنید. به جاش در گروه‌های بیش از 3 نفره به پیاده‌روهای اطراف میدان اعتراضی برید و در ضمن آماده دفاع و مانع شدن برای مانور نیروهای دشمن باشید. در صورتی که برای بازسازی تمرکز جمعیت نیاز به بازیابی توان خودتون دارید، می‌تونید از مسیرهای قبلا پیش‌بینی شده موازی و مرتبط با میدان اعتراضی استفاده کنید. هیچ انقلابی بدون اشغال و تصاحب فضا پیروز نمیشه. پس حریص باشید. نه فقط در مرکز خیابون، که در پیاده روها هم به فرم اعتراضیتون امتداد بدید. این به شما کمک میکنه که سریعتر فرم اعتراضی رو به فرم سی یا همون آغوش باز نزدیک بکنید. روش هایی مثل ایجاد کارناوال های اتومبیل و راه بندون هم از روش های تصاحب فضا و امتداد به فرم اعتراضی هستند. پس این روش ها رو هم جدی بگیرید. در خیابان ها سیال متحرک باشیم. سکون و عدم تحرک انقلابیون به نیروهای سرکوب فرصت سازماندهی میده. پس حرکت کنید، اما مراقب باشید که در حرکت تمرکز جمعیت هم حفظ بشه. به این تصویری که از اعتراض انقلابی شهروندان خوی در 27 آبان هست نگاه کنید. همونطور که میبینید انقلابیون در نسبت مسلطی نسبت به نیروهای دشمن قرار دارند و در آستانه امنیت جمعی هستند. دلیل عدم تحرک نیروهای سرکوب هم احتمالا به همین خاطره. اما عدم تحرک نیروهای انقلابی به نیروهای سرکوب این اجازه رو میده که ضعف خودشون رو در مقابل جمعیت با تاکتیک کتلین یا همون محاصره جبران کنند. این در حالی هست که معترضان امکان حرکت و امتداد دادن به فرم اعتراضیشون و تبدیل شدن به فرم آغوش باز یا همون سی رو داشتن و اگر موفق به این کار می شدن، اونها بودن که می تونستن نیروهای سرکوب رو محاصره کنن و کتلینگ رو معکوس کنن.
موفقیت آمیزترین نوع تجمع‌های اعتراضی در طول هفته‌های اخیر انقلاب ویژگی‌هایی داشتند که با اصول اعتراض‌های چریکی مطابقت داره. به صورت مرتب در حرکت بودند، واکنش‌های سریع و یکباره داشتند، انسجامش را در زمانی که لازم بود حفظ می‌کردند و در نهایت به صورت کوتاه و در فواصل نامنظم با نیروهای امنیتی درگیر می‌شدند. بازم میگم یادتون باشه نیروهای سرکوبگر دشمن به دلیل محدودیت تعدادشون، عدم مهارت و آموزش‌های کافی، کمبود منابع و حتی تجهیزاتشون و از همه مهمتر ضعف در پیوندهای سازمانی به سرعت در مقابل اعتراض‌های خشونت پرخیز چریکی تحلیل می‌رند.